وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه هفت دسامبر تحریم های جدیدی را علیه چند نهاد و شخصیت حقیقی ایران وضع کرد که در میان تحریم شدگان نام دو زن نیز دیده می شود. در بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های های خارجی وزارت خزانه داری آمده است که این تحریم ها به دلیل اقدامات این افراد برای سرکوب و تضعیف دموکراسی و نقض جدی حقوق بشر توسط آنها با اقدامات سرکوبگرانه علیه غیرنظامیان نظامیان بیگناه، مخالفان سیاسی و شرکت کنندگان در اعتراضات مسالمت آمیز وضع شده است. در بیانیه این وزارتخانه، در کنار نام تحریم شدگانی همچون یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران و یگانهای سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج و فرماندهان آنها به عنوان عوامل اصلی سرکوب اعتراضات در ایران همچنین شماری از بازجویان سپاه پاسداران و زندانبانان از دو زن به نامهای لیلا واسقی و سغرا خدادادی نام برده شده است لیلا واسقی فرماندار شهر قدس قلعه حسن خان در استان تهران در جریان اعتراضات آبان 98 به نیروهای حکومت دستور برخورد با معترضان غیرمسلح را داد و با این کار منجر به از بین رفتن دهها نفر شد او که اولین زن فرماندار در استان تهران محسوب می شود پیش از این در آوریل سال 2021 میلادی از سوی اتحادیه اروپا به دلیل اعمال خشونت در مقابل معترضان در نوامبر 2019 میلادی نیز تحریم شده بود و حق دریافت ویزا برای سفر به اتحادیه اروپا را نیز از دست داد واسقی پس از اعتراضات سال 98 اعلام کرد که شخصا در روز 25 آبان دستور مستقیم داده که با معترضان برخورد کنند. او در جریان یک مصاحبه گفت من گفته بودم که هر که از در فرمانداری وارد شد بزنید سال گذشته مسوم ابتکار معاون امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی نیز در جریان مصاحبه با سایت جمهوران از عملکرد واسقی دفاع کرده و واکنش ها به دستور او را حجم و جنجال افرنی توصیف کرد واسقی همچنین به دلیل عمل کردش در جریان اعتراضات آبان 98 از سوی عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت تقدیر شد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه آمریکا سقرا خدادادی مدیر فعلی زندان زنان قرچک و اولین زنی که در جمهوری اسلامی ایران به مدیریت یک زندان منصوب شده در حمله خشونت آمیز 22 آذر 99 به زندانیان عقیدتی بند هشت این زندان به همراه حداقل 20 نگهبان دیگر مشارکت مستقیم داشته و دستور این حمله را داده است. این حمله تنها سه روز پس از انتصاب او به این مقام صورت گرفت و بر اساس گزارش ها در جریان این حمله زندانبانان زندانیان زن را مورد ضرب و شتم قرار دادند در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که خدادادی دستور این حمله را در انتقام از زندانیانی که از حق آزادی بیان خود استفاده می کردند صادر کرده است خدادادی که پیش از انتصاب این سمت نیز زندانبان بوده حدود 26 سال در زندان زنان اصفهان فعالیت کرده است. گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی نیز حاکی از آن است که پس از این حمله خدادادی از دسترسی زندانیان مجروح به رسیدگی و مداوا جلوگیری کرده است. وزارت خزانه آمریکا اعلام کرد که با وضع تحریم های جدید کلیه اموال و دارایی های این افراد در ایالات متحده یا در اختیار و در کنترل افرادی از ایالات متحده مسدود می شوند. علاوه بر این هر نهادی که دست کم 50 درصد از مالکیت آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به این افراد باشد نیز تحریم می شوند و هر گونه معامله از سوی شهروندان آمریکا با افرادی که در این کشور هستند با تحریم شدگان ممنوع و مشمول مجازات است. حالت این چطوره؟ یعنی تنفر بودم از این کار حال شما عالی داشتیم همه داشتن میمردن رامبورد میگفت حالتون چطوره زوری میگفتن عالی حالتون چطوره عالی حالتون چطور عالی دلار 15 هزار تومان حالتون چطوره عالی حالتون چطوره عالی دلار 20 هزار تومان 5 تا مردن حال خنده‌بونی تو خونه چطوره عالی حالتون <تصفح> چطوره؟ بورس خورد زمین چه عالی <تصفح> باید چی میگفتن مثلا؟ <مصر. تصفح> بابا باید بگن عالی نیست که راستش رو بگیم دیگه همش دروغ میگیم به دیگه آقا رفتم خرید بعد فکر کن همه چی گیرون شده ترسناک شده چیکار باید بکنیم شما چیکار میکنیم حالت چطوره؟ خوبه عالی موزشان هوا خوبه خیلی <تصفح> خوبه بیاری گرم میشه دیگه حال آره من چطوره؟ وزیر امور خارجه بریتانیا چهارشنبه اعلام کرد بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران را بدهی قانونی میخواند و به گفته او دولتش میخواهد آن را بپردازد لیستراس این مطلب را در پاسخ به پرسشی در جریان نشستی در اندیشکده برای بررسی هدفهای سیاست خارجی بریتانیا گفت وی گفت که دولتش برای پیشگیری رژیم ایران از دستیابی به سلاح هسته شبانه روز کار می کند و افزود که در این حال برای حل مسئله بدهی به ایران نیز تلاش می کند. بدهی مذکور مربوط به یک قرارداد نظامی میان دو کشور است که در پی وقوع انقلاب 57 لغو شد و تهران خواستار آن شد که بریتانیا مبلغ پرداخت شده را به ایران بازگرداند. بسیاری این بدهی را با ادامه ی حبس نازنین زاغری ردکلیف، شهروند بریتانیایی ایرانی تبار و دیگر شهروندان دو ایرانی بریتانیایی مرتبط می‌دانند. کشورهای غربی معتقدند ایران از شهروندان خارجی و ایرانیان دو تابعیتی بازداشت شده به عنوان اهرم فشار در مذاکره با کشورهای خارجی استفاده می کنند. وزیر امور خارجی بریتانیا تاکید کرد که ما می این بدهی را پرداخت کنیم. البته مسائل زیادی وجود دارد که مطمئنم شما کاملا از آن آگاهید لیستراس در ادامه با بیان اینکه با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود در این زمینه صحبت کرده است گفت به دلایل متعدد این موضوع ساده ای نیست وی همچنین خاطرنشان کرد که مقام های ایران را برای بازگرداندن همه شهروندان بریتانیای محبوس در ایران از جمله نازنین زاغلی زیر فشار میگذارد این است تفاوت دولتداری با توهم فعالین مجازی اصولگرا بعد از اینکه ابراهیم رئیسی با دستور مستقیم جلوی افزایش قیمت ده درصدی خودروهای داخلی را داد در فضای مجازی بر تبل اقتدار کوبیده و از آغاز دوره جدیدی از دولت داره خبر دادند و گویا هنوز در این توهم به سر میبرند که با دستور میتوان تورم را کنترل کرد امروز دولت رئیسی رسما مجوز افزایش 18 درصدی قیمت خودروهای داخلی را داد و همه این فعالین مجازی بدون هیچ واکنشی ترجیح دادند سکوت کنند. اصولگرایان و رسانه های آنها که در دولت حسن روحانی افزایش قیمت ها را لحظه به لحظه به مردم گزارش می دادند و می گفتند دولت روحانی بهانه جویی می کند و می توان اقتصاد را چند روزه سامان داد حالا با واقعیت کشورداری در حال آشنا شدن هستند اما سال اینجاست که این دوره کارورزی و کارآموزی حکومتداری چه زمانی تمام خواهد شد و مردم قرار است تا چه زمانی هزینه این خیال پردازه های ناتمام را پرداخت کنند و مردم تا کی باید انتظار بکشند دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار